چرا کوروش راحت نمیخوابد؟ میدونید که اون ماجرای کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم، بعدش حالا اینجوری میشه، براتون من میخونم، امیدوارم درست بخونم. به نظر میرسد سه گروه که هستی و وجودشان بر اساس جهانبینی ظالمانه و ضد بشری حذف دیگری بنا شده است، کوروش را مورد حمله قرار میدهند. البته این سه گروه دشمنی یا علاقه خاصی به کوروش ندارند، بلکه طبق ضرب المثل به در میگویند تا دیوار بشنود. اینها به درستی دریافتند که این شخصیت تاریخی نماینده آن جهانبینی دیگر است که خیلی انسانی بوده و مخالف حذف دیگری است. این جهانبینی، اگر فارسی تر بگوییم این جهاننگری، همان ایده باستانی آدم و حوا چون دو پهلوی مساوی درخت هستی می باشند که طبق آن در جنبش زردشتی اولیه، یعنی قبل از ساسانیان و همچنین در نزد این مانویان هست، مانویان هست و بودیسم 8 قرن پیش حذف هر موجود زنده حتی حیوان ظالمانه و قدغن بوده است. این درخت زردشت یا زردشت است که در آن آدم و حوا که نماینده کل بشر هستند، به اصطلاح فکرم زردشت درست در باشه، این درخت زردشت هست که در آن آدم و حوا که نماینده کل بشر هستند با هم مساویند و برخلاف دو قلوها طبق روایت هر دو با یک نور همزاد، یعنی همزمان از درختی زاده شدند. به طور خلاصه این سه گروه عبارتند از 1. پادشاهی موروثی که در آن همه به نفع یکی از حق خود در سرزمینشان محروم و در واقع حذف می شود. 2. مذهب، در آن نیز همه به نفع الله، یهوه یا مسیح شروع و بعد به نفع نماینده هایش چون پیغمبر، شاه و یا ملا و غیره حذف می شود. ملا خمینی طبق تز ولی فقیه می گفت اگر همه بگویند آری، من می گویم نه. این دو مدل دیکتاتوری معنای نام باستانی اهریمن، یعنی شیطان مستبد و دیکتاتور بوده است. و اما 3، گروه سوم که به کوروش حمله می کنند، استعمارگرانند که در تاریخ روس و انگلیس بودند و فرزندان این استعمارگران. عجیب این است که اینها معتقد به دیکتاتوری و حمایت از دیکتاتور هستند، ولی اغلب خود را قهرمان دموکراسی قومی برای خدمت به استعمارگران جا میزنند، یا قهرمان دموکراسی قومی برای خدمت به استعمارگران جا میزنند. خلاصه برای فسق کردن آمده اند و نه برای وصل کردن. گناه کوروش، بذارید اینو بیارم اینجا که توی اینجا یه چیز دیگه میبینم، اونی که به شما نشون میده یه چیز دیگه است. گناه کوروش، به گواه تاریخ وی با در پیش گرفتن رفتار و روش انسانی با شکست خوردگان نمونه خوبی از جهاننگری زرتشتی باستانی را در عمل پیاده کرده بود. این درست چیزی است که این سه گروه را ترسانده و سعی دارند با بازی با کلمات به طریق خود آن را انکار و سندها را پنهان کنند. مثلا شاه که مقام پادشاه را چون ارث پدری به چنگ آورده بود، خود را چون وصله ناجور به کوروش میچسباند، در حالی که در ایده باستانی زردشتی زمان کوروش پادشاهی با بیعت و انتخابی بوده و نوع موروثی آن را باعث حذف دیگران و نوعی دیکتاتوری می دانستند. شاه به این طریق کوروش را پایین می آورد. جالبتر، طرفداران مذهب از هر نوع است، مثلا اسلامی ها از زاویه مخصوصی حمله می کنند چون رفتار انسانی کوروش با شکست خوردگان برخلاف سنت محمد پیامبر بوده، جهان‌نگری اسلام را رسوا می بینند، پس اسلامی ها برخلاف شواهد تاریخی میگویند غارت مال، برده و اسارت زنان قبایل و ملت شکست خورده چون
کد حمورابی، چشم در مقابل چشم، رسم همه بوده است. فرزندان استعمار و تجزیه نیز کوروش را اینچنین معرفی می‌کنند. در حالی که در ایده باستانی زرتشتی اگر یک نفر مثلا حوا را بکشی یا از حقوقش محروم کنی، تمام بشریت را کشتی، چون در جمله شیطانی دیکتاتورها همانطور که خمینی به کار برد، یک نفر بعد شامل همه می شود. خمینی گفت اگر همه بگویند آری، من می گویم نه، یعنی همه در مقابل من هیچ هستند. این سومین گروه، یعنی فرزندان استعمارگران روس و انگلیس، روس، انگلیس و کمپانی های جانشین، به خصوص با زنگوله پاولوف به گردن، این هم ماجرایی که زنگو میزنن طرف سگ گشنش بهش خوراک میدن یا اذیتش میکنن، بعد یه دفعه دیگه زنگ میزنن گیج میشه، نمیدونن میخوان بزننش، فکر کنم اون باشه، به خصوص با زنگوله پاولوف به گردن که حامی دیکتاتورها بودن، اکنون به اسم خلقها و قومیت که اگر بوی دریا و نفت هم به وی دریا و نفت هم بدهن چه بهتر، یا بوی دریا و نفت، چون میان از یه جایی دفاع میکنن. قهرمانان دموکراسی شده و قهرمانان دموکراسی شده و میخواهند مرزهای قهرمانان دموکراسی شده و میخواهند مرزهای بیشتری بین آدمها ایجاد کنند که شاید از لحاظ ناعادلانه بودن و رذالت در تاریخ بشریت سابقه ندارد، چون هیچ مرزی در مقابل کوچ ایلها و قومها به عنوان اولین اجتماع انسانها نبوده است و الا بشری زنده نمیماند. همچنین برای آنکه ایل، یاد، یونانی، اسرائیل و اسماعیل، قشنگ نوشته ایلیاد، یونانی، اسرائیل، این ایل آخریش و اسماعیل غیره را از نظر دور کنیم، میگویند کلمه ایل یک کلمه مغولی است. شاید اشتباه کردن، چون گویا ترکی زیاد مخلوط مغولی دارد. اختراع دیگر روی کلمه ایران و ایرانی است که آن را رضا شاهی میدانند و میگویند هیچ جا نشانی در عهد باستان از کلمه ایرانی نبوده است. مهاجرت ایرانی ها از یک طرف به یونان باستان که واژه ایلیاد از آن به یادگار مانده، زمان ایونی ها که به یونی و یونانی تلفظ شد، همان دوران هلنیست بوده که حوا یعنی هلن هست نشده بود. بعدها در به اصطلاح دموکراسی یونانی زن از حقوق مساوی محروم شد. گویا اگر ایرانی ها اسپارت ها را شکست نمیدادند، از دموکراسی نیمبند آتنی یونانی نیز خبری نمی ماند تا فردی چون آقای ضیاء صدرالاشرافی با خیال راحت آن همه دروغ ببافد و در صدای آمریکا ایرانی را متهم به نابودی یونان یا به قول وی عقل باستان نماید. به هر حال هر وقت زنگوله پاولوف به صدا درآید، ماشین مغز فرزندان استعمار به راه افتاده و بهانه های دیگری اختراع خواهند کرد. بستگی دارد که زنگ ها برای که به صدا درآیند، یا شاید هم برای چه به صدا درآیند.